گفتنی های غیر منتظره و غیر باور حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار و زرداد فریادی و حسن احمدزی به خاطر برهنه شدنش. کمی تلخ اما تنها پاسخ به احمدزی ها. و همچنان در پایان داستان طنزی بابا قاهر آریان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. اقبال صافی می نویسد: کمی تلخ اما تنها پاسخ به احمدزی ها. آن دست پشتون هایی که بسان نوده سبز در بین جنگل خشک هستند، جدا و حرمتشان محفوظ. و اما آن جماعتی که به گفتار و رفتار احمدزی بغلانی تکبیر گفتند و کف زدند، با یک داستان مناسب پاسخ خود را بشنوید. چون اندک خشن است از اهل ادب عذر خواسته می شود. و حال باید گفت احمدزی ها هنوز هم با زمان خود زندگی نمی کنند و هنوز هم باده گذشته سرمستش نموده است، غافل از این که دیگر زمان با احمدزی ها نیست. چه دیر و یا زود لباس جمعی باید تقسیم شود. امکان ندارد که کسی مستور بماند و دیگر آریان زندگی نمایند. احمدزی ها کفزن و تکبیرگو که کم هم نیستند، بدانند که اشرف غنی نارضوی اراده، بلکه از ناچاری لنگی را به دوستان و پیراهن را به محقق و تنبان را به عبدالله داد. اگر چنین نمی شد، تنگی سالنگ را بسته و حتی شرط را هم در جان شما نمی گذاشتند. و این واقعیت جامعه افغانستان هست. آل چی به تلخی آن را قبول نمایید و چه قبول نکنید، و بدانید که اگر زور میخ امریکا نبود، شما هم اینچونین در میدان آریان گشته و نعره نمیزدید. پس بهتر است که افغانستان را سرزمین و خانه مشترک دانسته و قانون اشتراک را رعایت کنیم. در این حال حبیب الرحمن حکمتیار روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: شخص بر آقای مارشال دوستم استاد محقق و دکتر عبدالله انتخاب کرد، لباسش را در آورد و بر رئیس جمهور نیز ناسزاهایی گفت. به احترامی به بزرگان، رهبران و نمایندگان مردم در جای خود ناشایست است. هیچ قومی نمیتواند منکر اقوام دیگر باشد و آنان را محو کند. هر قوم از خود بزرگانی دارد و نزد مردمش عزیز است. مردم افغانستان همه مسلمان هستند و تابعیت کشوری به نام افغانستان را دارند. اگر امروز شما به احترامی بزرگان دیگران خوش می شوید، همان گونه به بزرگان شما نیز به احترامی خواهد شد و دلتان به درد خواهد آمد. عده این عمل را تقوی کردن و عده ستودند، عده هم فرصت پیدا کردن تا دلیل بیابند و وضعیت بد کشور را رنگ قومی دهند. آنانی که حمایت کردند و سخنان آن جناب را ستودند، به نظر شخصی بنده کار ناشایسته انجام دادند. اگر این عمل را فردی از قوم دیگری انجام دهد، مطمئن هستم همین کسانی که حمایت کردند آن زمان دست به انتقاد می زدند. همچنان کسانی را دیدم که تحصیلات عالی دارند، با دیدن این منتقد عقل خود را کنار گذاشتند و از او نوشتند. فرصت یافتند تا بین اقوام برادر فاصله ایجاد کنند. ما در افغانستان هیچگاه جنگ قومی نداشتیم. در هر ولایت کشور تمام اقوام ده ها نه بلکه صدها سال برادروار در کنار هم زندگی می کنند. متاسفانه کسانی که مسائل را رنگ قومی می دهند، باید بدانند که در ملت جایگاه خاصی ندارند. آنانی که خود را تحصیل کردن می گیرند، نیز دل بسوزانند که مسائل را عواقب خطرناک دارد و بهتر از بکشند آن را نفی کنند. بحران کنونی کشور که از چندین دهه به این سو ادامه دارد، هیچ ربطی به مسائل قومی ندارد. کشورهای قدرتمند، ساختار قدرت جهان، جنگ های نیابتی،
تکیه بر یکی و جنگ و مخالفت با دیگری از عوامل اساسی این بحران است. و در پایان داستان طنزی بابا قاهر آریان. قاهر در یک خانواده مسلمان و متدین به دنیا آمد. سال 1330 شمسی بود. در آن سالها افغانستان مثل امروز نبود. از بچه ها قبل از تولدشان می پرسیدند که دوست دارند در خانواده مسیحی و هندو به دنیا بیایند یا در خانواده مسلمان. کودکان معمولاً خانواده مسلمان را انتخاب می کردند چرا که می دانستند در دین مبین اسلام اکراه نیست. از نظر طبی هم دانشمندان اثبات کرده بودند که کودکانی که انتخاب غلطه می کنند و مثلا در خانواده جهود به دنیا می آیند پس آنها با انواع فرار از کشور و حیات ننگین در اسرائیل روبرو می شوند. به قدرت خدا سرطان هم زیاد می گرفتند. به همین خاطر قاهر در یک خانواده درست به دنیا آمده بود. او وقتی به دنیا آمد گریه نکرد. همه گفتند او چی بچه خوبی است. قاهر غیرت داشت گریه نمی کرد. روز سوم مادر کلانش از کنج خانه بلند شد و می خواست نزد قاهر بیاید. قاهر گفت بیبی چی می خواهی؟ نیار آن را. گفتم نیار نمی پوشم. مادر کلانش که دید قاهر جدی است تنبانش را به گوشه انداخت و از زیر لب گفت خاک بر سرت بی حیا. قاهر اما بیده نبود که از هر باد بلرزد. اصلا بید نبود و بنابراین لرزیدن از باد در مورد او صدق نمی کند. قاهر به سرعت در میان مردمانی که در آن منطقه در حال باشندگی بودند به قاهر آریان یا لچ مشهور شد. قاهر وقتی 8 ساله شد عده از بزرگان به خانه پدرش آمدند و گفتند که از آنجا که ایشان سالهاست آریان است باید شعر بگوید. انعنه بود. قاهر آریان فی مجلس گفت غرپت ایمو شغر خرموخت پاخه مطرن و غالغر تنولخ پاخه چیمو خب خب و غلیمات پراته پراش شب شب شغال و مه پخت و پاخه. هرچند هیچ کس یک کلمه از آن دو بیتی را نفهمید هلهله از مسجد برخاست. هلهله از مجلس برخاست. عده از جوانان مامور شدند که بروند و تعداد سوختگان عالم پیدا کنند تا قاهر آریان در سوختگیشان آتش بزند. اما جویندگان با دست خالی برگشتند. در نتیجه بزرگان تصمیم گرفتند که عبدالحق پسر کاکای قاهر آریان را بسوزانند تا قاهر آریان بعداً بتواند در آن سوخته آتش زند. نیز در همان مجلس بود که حاضران به اتفاق آرا ضمن محکوم کردن فردی به نام رحمت الله نبیل که سالها بعد قرار بود به دنیا بیاید به قاهر آریان لقب بابا دادند و او از آن پس بابا قاهر آریان شد. بابا قاهر آریان وقتی 18 ساله شد مردم ولسوالی همجوار از پدر بابا قاهر خواهش کردند که پیراهن و تنبان بتن پسر خود کند. آنان گفتند گرچه زن و مرد منطقه ما خواهر بابا قاهر آریان هستند ما نگرانیم که اکسپوژر بیش از حد مناطق میانی بابا در برابر آفتاب بر موهای لطیف آن مناطق تأثیرات منفی بر جا نگذارد و در ضمن خوب است ایشان 18 ساله شده است. چند روز بعد بابا قاهر آریان در مراسم پرشکوه حاضر شد. قسمت‌های میان کمر و زانوی خود را با شورت سیاه رنگ باشگاه بارسلونا بپوشاند. بعدها که بابا دچار نقصان دید مخصوص خانواده های متدین شد هر چیزی را که آستین داشت بلونگی میکشید و میگفت زنده باد منچستر یونایتد. سالها گذشت و بابا قاهر آریان که در اثر خفته خان حکومت ها مجبور شده بود کالا بپوشد و حتی دستار بر سر بگذارد به شدت برای بازگشت به خویش و تن یعنی رهایی از زندان لباس مبارزه میکرد. اما چنان که رسم روزگار است بابا در ایام پیری کمتر در محافل غیر زردادی کشور دیده می شد. آخرین باری که مردم او را دیدند برای او خون گریستند. از روی ویدیوهایی که منتشر شده پیداست که بابا در مجلس می خواهد لباسهای خود را به رهبران فقیر جهادی اهدا کند.
اما افرادی که گمان می رود مخالف دموکراسی باشند هی تلاش می کنند جلو آن حرکت خیر اندیشانه او را بگیرند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر. الله نگهدار.